و اینجوری شد که خوکه و ماربولکه قولاسا پسرک و به خانوادش در کوچه بولینگ برگردوندن و اونا به خوبی و خوشی تا آخر عمر زندگی کردن. پایان. چه داستان قشنگی بود پدر بزرگ جورج، میتونید یکی دیگه برام بگی؟ اوه خیلی دوست دارم آنی، ولی اگه تو نخوابی فردا کسل میشی، اون وقت هم بدونی که فردا چه روزیه. کریسمس؟ درسته، پس بذار فقط چشمای کوچیکمونو ببندیم. اوه خواهش میکنم پدر بزرگ، فقط یکی دیگه. اوه اون وقت مادرت ناراحت میشه ها. همین یه شب پدر بزرگ، فقط یکی دیگه، یه قصه، یه کریسمس، کریسمس. باشه، بسیار خوب، گمونم یه قصه دیگه ضرر چندانی نداره، از اون گذشته. پدر بزرگا باید به یه دردی بخورن دیگه. متشکرم پدر بزرگ جورج. حالا بذار ببینم، یه قصه کریسمس. آه هیچ وقت برات قصه شهری رو گفتم که کریسمس به اونجا نرسید؟ منظورت اینه که اونا کریسمس نداشتن؟ نه، منظورم اینه که کریسمس به اونجا نرسید. اونا کریسمس داشتن. اونا عاشق بسته‌بندی ها و اسباب بازی ها و اینجور چیزا بودن، ولی نمیدونستن کریسمس واقعی چیه. حالا بذار ببینم، اسم اون دینکلتاون درسته؟ من قبلا اونجا نامه میبردم. بچه های دینکلتان خیلی دوست داشتن منو موقع کریسمس ببینن، برای اینکه همشون دوست داشتن یه هدیه بگیرن. آخ جونم ایجون کریسمس، وقت کادو و شادیه. آخ جونم ایجون کریسمس، من دوستش دارم. آخ جونم ایجون کریسمس، تو خواب خوراکی هستم. آخ جونم ایجون کریسمس، بالاخره اومد. کریسمس اومده. شادی کنیم بچه ها، کریسمس اومده. یه داره بریم آقا تا بچه ها داری میریم باگونه هلیس و خوشا. هی هی روز خوبی که همه شادی. یو هو ماجیک داری پاپا جیا تو تاتی نگا. یا هی خوشحالی که کریسمس اومده. آخ جونم ایجون کریسمس، خیلی وقت منتظره. آخ جونم ایجون کریسمس، چه روز محبوبی. آخ جونم ایجون کریسمس، روزها خیلی سخت گذشته. آخ جونم ایجون کریسمس، وقت خواجه ها شد. آخ جونم ایجون کریسمس، تو خواب خوراکی هاشیم. آخ جونم ایجون کریسمس، خیلی دوستش داری. آخ جونم ایجون کریسمس، چهار روز دست میخوریم. آخ جونم ایجون کریسمس، خیلی دوست داری. این که شماره چهاره. خب این که آسونه. این چیه؟ این یه دکمه داره، فشارش بده. کریسمس مبارک. بچه ها شما آهنگ من نمیدونم برای کریسمس چی میخوام و شنیدید؟ خب اگه من از اسباب بازی چیزی سرم میشه که میدونین میشه، من میدونم شما دنبال چی میگردین. شما یه اسباب بازی سرگرم کننده میخواین، شما یه اسباب بازی میخواین که بامزه باشه، ولی بیشتر از همه شما یه اسباب بازی میخواین که کاملا کار کنه و یه اره گردونم توی بازی راستش کار گذاشته باشن. آسونه هان، ولی صبر کنید، بازم هست. لویی با اره گردون همچنین معنی واقعی کریسمس رو میدونه. تنها کاری که باید بکنید اینه که دماغش رو فشار بدید. کریسمس وقتیه که هدیه بگیرید. تو اسباب بازی های بیشتری میخوایید. به محض اینکه پدر و مادر تلفن کنن و سفارش اره گردون رو بدن، یکی از پنگوانای تعلیم دیده ما اونو به در منزلتون تحویل میده. تازه اسباب بازی نم پنگ سری میل به خاطر ریختن پر ممنون نیست. پس از من قبول کن آقای نظر، منظورم سانتا کلوزه و دستیار کوچولوی الف من. درسته، منو نگاه کنی، من یه الفم. تو تا وقتی که پدر و مادرت یه اره گردون منو نقرن خوشحال نمیشی. تنها اسباب بازی با یه اره گردونه که معنی حقیقی کریسمسه. بلی از تو بیشتر اسباب بازی داره.
چیه؟ من نمیدونیم، ولی میدونیم که اون بیشتر از من از بپرسی داره. پدر من اره یه گردون میخوام. پدر من 10 تا اره یه گردون میخوام. برای این که معنی حقیقی کریسمس اونه. آه موثر بوده، آه شگفت انگیزه، موثر بوده. چی موثر بوده رئیس؟ منظورتون اینه که میخواستید اون بچه ها به بنگ بیافتن؟ من نمیفهمم رئیس. میدونی آقای لند، زنها راهی که به در مادراشون میتونن جلوی بنگ و بنگ اونا رو بگیرن اینه که یه عالمه براشون از بازی بخرن و این باعث میشه که من خیلی پولدار بشم. آها شما خیلی خیلی باوشتر از اونی. حتی بیشتر از برادرم مری جی. منظورتون کسیه که کارخونه یه شکلات سازی داشت و من براش کار میکردم؟ آه شما خیلی خیلی باهمتر از اونی. خوبه، به زودی همه خواهد فهمید که ولی بی نظر از تمام نظرها باهوش داره. آه در این مورد شکی نیست خوربان. خب خط تولید و راه بنداز آقای لانت، ما باید پول نداریم خیلی زیاد، چون معنی کریسمس همینه. اما کریسمس همش این نیست. من اینو میدونم، تو هم میدونی، ولی پینزر در این مورد یه خورده گیج بود و واقعا هم آگهی‌های تلویزیونی سنگ تموم گذاشتن. همه بچه‌ها ونگ ونگ میکردن و اسباب بازی‌ها از روی خط تولید همون جور که اونا برنامه‌ریزی کرده بودن حرکت میکردن. اون حتما کریسمس خیلی بدی بوده. اوه بله، همینطورم بود. اگه اتفاقی که بعدن افتاد نیفتاده بود. چی شد؟ راستش همینطور که اسباب بازی ها از خط تولید می اومدن پایین تا دماغشون آزمایش بشه، یکی از اونا درد نشون داد. درد؟ اون نفرت نشون داد، صورتش در هم کشیده شد و از کلماتی که از توی سر خودش بیرون می اومد بعدش اومد. ولی اون یه اسباب بازی بود. شاید یه جور عجیبی فرق داشت، کی میدونه. به هر حال اون شب وقتی همه اسباب بازی ها منتظر بودن که توضیح بشن، اون داشت فکر میکرد. آهای بچه ها همه تو خوابی، معنی کریسمس این ها نیست. من فقط یه اسباب بازی هستم، باید مفهومی دیگه باشه. باید یه چیز دیگه ای باشه، انگار یه چیزی رو گم کردی. حتما کریسمس بیشتر از ایناست، اما چی؟ بله بیشتر از اینا میبایست باشه. لوی نمیدونست اون چیه، ولی به خودش گفت وقتشه که یکی بفهمه. اون قبلن هیچ وقت بیرون از کارخونه نرفته بود. چی دارن میگن؟ اون هیچ وقت از جعبش بیرون نرفته بود، ولی اون اسباب بازی باهوشی بود. آره کار خیلی سختی بود، شاید بیشتر از اونچه که فکرشو میکرد. تا زمانی که اسباب بازی ها نمایش کریسمسشون رو اجرا بیکنن، ما یه استراحت کوتاه میکنیم و بعد داستانمون رو دنبال میکنیم. و حالا موقع خوندن آوازهای احمقانه با لریه، بخشی از یک نمایش که لری میاد و یک آواز احمقانه میخونه. در شب کریسمس لری خیلی نگران و منتظر اومدن بابا نوئله. بابا نوئل، منتظر اومدنت هستم، بابی صبری زودی بیا. آخ جون بیا، برات پختم کلوچه ها برای تو وقتی بیای، چون کریسمسه. بابا نوئله دلم میلرزه، میتونه همونی باشه که واسه خیاری، چون من یه هدیه ای بیاره.
لری خیلی جا میخوره چون به جای بابا نوئل یه دزد نقابدار رو اونجا میبینه. تو کی هستی؟ من یه دزد بانکم، اومدم خونت رو خالی کنم، بانکت رو من بزنم. اوه بله، بانکت رو بزنم، من دزدم. برو کنار خیار کوچولو، چیزی برای بردن داری؟ برو کنار. اگرچه لری از دزد نقابدار خیلی ترسیده، ولی رسم کریسمس باعث میشه به منزلش دعوتش کنه. من پولدار نیستم، چیزی به جز این چند تا کلوچه ندارم. ای دوست دزدم، هیچی ندارم، ولی اگه بخوای میتونم از این کلوچه های خوشمزه بهت بدم، ولی فقط یه دونه. دزد نقابدار واقعا تحت تاثیر دل پاک لری قرار گرفته. هرچند لری موقتا حواسش پرت شده، ولی هنوز برای دیدن بابا نوئل هیجان زده است. بابا نوئل منتظر اومدن هستیم با بی‌صبری. زودی بیا، آخ جون بیا، برات پختیم کلوچه ها برای تو وقتی بیای، چون که کریسمسه. بابا نوئل دلم می‌لرزه، میتونه همونی باشه که واسه خیاری، چون من یه هدیه ای میاره. این دفعه هم کسی که در خونه لریو میزنه بابا نوئل نیست، بلکه این دفعه یه وایکینگ. تو دیگه کی هستی؟ من یه وایکینگم و اومدم سرزمینت رو بگیرم، خونت رو بسوزونم. اوه بله، سرزمینت رو بگیرم و اومدم که مزرعت رو بسوزونم و اسبابات رو بدزدم. از سر راه من برو کنار جوجه. ترس لری خیلی بیشتر شده، ولی باز هم به خاطر رسم کریسمس سعی میکنه به ترسش غلبه کنه. زمین ندارم، چیزی به جز این چند تا کلوچه ندارم، دوست وایکینگم، هیچی ندارم، ولی اگه بخوای میتونم از این کلوچه های خوشمزه بهت بدم، ولی فقط یه دونه. وایکینگ هم تحت تأثیر قلب پاک لری قرار میگیره، ولی فکر لری هنوز پیش بابا نوئله. بابا نوئل من یه وایکینگ ندارم، بابا نوئل فقط جنگ خون. زودی بیا، آخ جون بیا، برای پخت کلوچه ها برای تو وقتی بیای، چون که کریسمسه. بابا نوئل دلم می‌لرزه، میتونه همونی باشه که واسه خیاری، چون من یه هدیه ای میاره. این بار لری با یک مأمور جمع‌آوری مالیات روبرو میشه. و شما؟ مأمور جمع‌آوری مالیات. و اومدم که تا بتون مالیات بگیرم. بابا نوئل نمیتونم سب کنم، نمیتونم سب کنم. بابا نوئل دلم می‌لرزه، میتونه همونی باشه که واسه خیاری، چون من یه هدیه ای بیاره. بابا نوئلم اومدم واسه هدیه بیارم، بله واسه هدیه بیارم و جوراباتو پر کنم از هدیه. اومدم زنگم و به صدا درارم و شادت کنم. هی یه دقیقه صبر کن ببینم، اون کمربند من نیست؟ تو با کلاه من چی کار میکنی؟ پس کار شماها بود. یه دقیقه صبر کن، میتونم توضیح بدم. با عوض شدی، حالا بهتون نشون میدم شیطونا یه حق باز، تا دیگه بابا بابا در نیافتی. آره وایسی ببینم، ای کلک های حق باز. کلیچه میخوام. آره کریسمست مبارک. و حالا بر بیگردیم با آواز کریسمس اسباب بازی ها. یوهو محشره. آره ما یه خورده تان نمیریم بچه ها. درخت بپا. درخت؟ کدوم درخت؟ رفقا نترسیم؟ چرا نباید نترسم؟ آخه خیلی کیف داره. من میخوام دوباره برم. میدونید بچه ها، من واقعا از این پشت هیچ چیزی رو نمیتونم ببینم. رفقا میدونیم داریم کجا میریم؟ نه نمیدونیم، قبلا هیچ وقت اینجا نبودیم. هیچ کس
چی؟ چی بقیه کجان؟ باب 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 کوش تو سراخ موش هان؟ من نمیخواستم بازی تله موش کنم. تاسو میریزی و موشو حرکت میدی، به کسی صدمه نمیخوره. هی این باید جاده پل پاکسلیویل باشه. چی گفتی؟ پلی که خراب شده میدونی؟ ما درباره اثر تو تلویزیون شنیدیم پسر، واقعا شانس آوردیم که نیفتادیم اون تو. رفقا ببینید من چی پیدا کردم. اون یه عریه گردون لوییه. خوبه، بینیش فشار بده، فشار بده. باشه. تو به اسباب‌بازی بیشتر احتیاج داری. این معنی واقعی کریسمسه. نه اینطور نیست. کی اینو گفت؟ من گفتم. معنی کریسمسی نیست. این نیست؟ نه کریسمس معنیش ونگ ونگ کردن و گدایی بر اسباب‌بازی بیشتر نیست. خب پس معنیش چیه؟ من نمیدونم، ولی میخوام برم بفهمم. من در یک سفر پرحادثم. یا دست کم بودم تا اینکه توی بوران برف گیر کردم. خب شاید بتونیم کمک کنی. هی من یه نفر رو میشناسم که خیلی خیلی باهوشه، شاید اون بتونه به ما معنی کریسمس رو بگه. همشون فکر کردن که این ایده عالیه، بنابراین راه افتادن که برن پیش این آدم باهوش. اون کی بود؟ خب اون من بودم دیگه. شما پدر بزرگ جورج؟ اینقدر تعجب نکن، سه تا بچه اومدن اونجا با یه اسباب بازی کوچولو که بدونن من معنی واقعی کریسمس رو میدونم یا نه. شما میدونستی؟ البته، ولی نمیخواستم فورا به اونا بگم، بنابراین یه داستان از یه کتاب خیلی کهنه براشون خوندم. آهان اینجاست. اون شب در مزارع نزدیک تبلم چوپانانی گوسفنداشون رو میپاییدن. یک بار فرشته ی از سوی خدا بر اونا نازل شد و نور خدایی دور تا دور اونا رو روشن کرد. چوپانا وحشت زده شدن، ولی فرشته گفت وحشت نکنید، من برای شما خبرهای خوشی آوردم که همه رو خوشحال میکنه. امروز در زادگاه شاه داوود نجات دهندهی برای شما به جهان آمده که اسم اون عیسی مسیحه. شما اونو خواهید شناخت چون اونو در لباس نوزادان پیدا می کنید که بر بستری از کاه خوابیده. ناگهان فرشتگان بسیاری از آسمان فرود آمدند و زبان به ستایش خدا گشودند. آنها می گفتند ستایش خدایی را که از هر چیز برتر است و در زمین صلح و خیرخواهی بر انسانها باد. متوجه نشدیم؟ اون بچه مسیح بود. اون شب اولین کریسمس بود. میبینی؟ خدا انسانو چنان دوست داشت که فرزندشو داد تا که همه انسانها و بندگان خدا بتونن روزی با اون باشن. کریسمس معنیش گرفتن نیست، معنیش بخششه. این به خصوص در مورد یه نوزاد کوچک به نام مسیح که از همه هدیه ها بزرگتر بود. شما خیلی باهوشید پدر بزرگ. این پایان داستانه؟ اوه نه، حالا اونا میدونستن کریسمس چیه، ولی بقیه در تاریکی بودن. من روی گردون لوی رو میخوام. من روی گردون لوی رو میخوام. من روی گردون لوی رو میخوام. اوه پسر، واسه بدتر میشه. ما باید به دینکلتون هرچی در مورد کریسمس میدونیم بگیم. آره اون آگهی تجارتی تلویزیون فقط به دینکلتاون نرفت، همه جا رفت، باید به همه مردم بگیم. ولی کریسمس همین فرداست و ما چطور میتونیم به همه جا بریم؟ این غیر ممکنه. شما میتونید پاکسلیویل فراموش کنید، پلش خرابه. آه این ناامید کننده است، کریسمس خراب شد. نه باید یه راهی باشه، یکم فکر کنید. من پیداش کردم. ها؟ ما باید بریم تو کارخونه اسباب بازی. دنبالم بیایید همه تون، ما میتونیم کریسمس رو نجات بدیم. آره میتونیم. من هنوز نمیدونم ما چرا اینجاییم. آره من میخوام اینجا برم بیرون، دلم نمیخواد دوباره برگردم تو. تو فقط باید به من اعتماد کنی، این تنها راهشه.
این که یه اینه استودیوی تلویزیونی؟ درسته، اونجا استودیوی آقای نظر بود. حالا جونیور حساب کرده بود از اونجا که یه آگهی تلویزیونی اونا رو به این درد سر انداخته، شاید یه آگهی تلویزیونی دیگه بتونه اونا رو از این درد سر خلاص کنه. خب حالا امیدی هست؟ کریسمس معنیش خودخواه بودن گدایی برای اسباب بازی بیشتر نیست. حالا نه اینکه اسباب بازی بده، من خودم چند تا دارم که از بازی باهاشون لذت میبرم، ولی میدونید کریسمس معنیش خیلی بیشتر از ایناست. نه متشکرم جینیر. هی اون علی گردن لویه. خب حالا همگی خوب گوش کنی، کریسمس روز خیلی خیلی بزرگیه، یعنی که باید براتون بگم که لوی بونا گفت که معنی حقیقی کریسمس چیه. درباره عشق خدا و مسیح نوزاد گفت. گفت که چطور اغلب بخشش به ما احساس بهتری میده تا گرفتن. دونستن این که کریسمس چیه همه رو خوشحال کرد. راستش تقریبا همه رو. اونا ونون نمی کنن؟ این چرا اونا ونون نمی کنن؟ من نمی گیدم رئیس. بنابراین این کریسمس به جای ونگ ونگ کردن برای اسباب بازی بیشتر بیاییم به خاطر خانوادمون و دوستامون شکرگزار باشیم. اون اسباب بازی منه، اون استودیوی تلویزیون منه. آقای لانس، یه کسی میخواد کریسمس منو خراب کنه. پس میبینید معنی واقعی کریسمس همین بود که گفتیم. و اگر این یادمون باشه، این کریسمس بهترین کریسمس برای ما خواهد بود. گرفتید استودیوی تلویزیونی من رو قرض بگیرید ها؟ آه خب بینندگان عزیز، الان به خاطر مشکلات فنی برنامه رو قطع میکنید؟ نه نه نکن، دست نگه داد. پس شما همونایی هستید که میخواید کریسمس من رو خراب کنید؟ نه 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 نه، موضوع اصلا این نیست. ما فقط میخواییم که همه بدونن که معنی واقعی کریسمس چیه. فکر میکنی اونا اهمیت میدن؟ خب واقعا فکر میکنی که اونا به اون بخشیدن و با عشق داشتن اهمیت میدن؟ خب گوش کن، تنها چیزی که بچه ها میخوان در مورد کریسمس بدونن اینه که قراره از بابازی بیشتری بگیرن و من میل دارم همینطور بمونه. به همین دلیله که من میخوام شما بچه ها رو به یه سفر کوتاه بفرستم. بذار ببینم کجا دلتون میخواد بریم؟ ویبرستاون؟ بامبیبر؟ فقط ما رو به پاکسلیویل نفرست، پولش خراب شده. پاکسلیویل؟ آه شنیدم این وقت سال خیلی قشنگه. آقای لانس لطفاً چهار تا بلیط برای پاکسلیویل. بله خوربان حتماً. بندازشون پایین لانس. حالا با شمارش من 3 2 1 آخر. اگر اون مردم واقعا حرفایی رو که شما زدید براشون اهمیت داشت، پس الان کجا هستن؟ ولی اشتباه میکنی،
ما همگی اینجا هستیم. برای ما معنی واقعی کریسمس خیلی مهمه نظر. برای همین بدیم که انخه چه بذاریم کف دستت. چی؟ شما واقعا فکر نمی کردید که من میخواستم؟ نه اون فقط شوخی بود. فقط شوخی. حالا میخواییم چی کار کنیم؟ آقای نظر کریسمستون مبارک. چی؟ این برای منه؟ این یه خرس کوچولوه. من همیشه دلم یه هدیه یه کریسمس میخواست ولی ما بیش از حد فقیر بودیم. شما نمیدونین این منو چقدر خوشحال میکنه. ببینی بانوش نیست؟ من واقعا از تمام دردسری که درست کردم متاسفم و قصد دارم جبران کنم. چیه؟ نه آقای لانز یه سرطبه دیگه. من اونا رو نجات میدم. لری فقط چک کن ببین دستت بگره میرسه یا نه. مواظب باش نخوری بره گردون من خیلی چیزه. این به من یه ایده میده. آن اونا دارن چی کار میکنن؟ خب حالا هر کسی یه دست داره سعی کنه به دوستش کمک کنه. پس خودم هستم. لویی حتی اگه اینم فایده نداشته باشه من فقط میخواستم تو بدونی که واقعا اسباب بازی جالبی هستی. متشکرم. گرفتیش؟ محکم بشینین. اونا موفق شدن. اونا نجات پیدا کردن. آقای نظر. باید نجاتش بدیم. هی پنگوانا هی. برای سواری ممنونم. بذار ببینم بچه واقعا چی کار میتونه بکنه. کمکه کوچولو. و اون جایی بود که پیداشون کردیم. البته اگه من یه چوب توی وانتم نداشتم اونا احتمالا تا امروز اونجا بودن. پس بالاخره کریسمس خوبی بود. آنی
اون کریسمس عالی بود. روز بعد همه جمع شدن که هدیه رد و بدل کنن. عجیب این که نظرم اونجا بود. یوری چی شد؟ به سر اون چی اومد؟ خب اون بالاخره در دینکلتاون زندگی کرد. اول میخواست جراحی کنه و اون اره گردونشو برداره تا کسی زخمی نشه، اما بعد به فکرش رسید که اون به درد چه کاری میخوره. چی؟ اساسیه درست کردن. اونا دینکلتاونو پر از میز و صندلی نو و قفسه ادویه و از اون چیزای کوچولو که لیوان دسته داره تو بهش آویزون میکنی کردن. خب متوجه شدی چی گفتم؟ من بازم چوب لازم دارم. ولی بهترین قسمت اون بود که اونا بالاخره فهمیدن که معنی واقعی کریسمس چیه و اونا نمیتونستن دیگه بهش فکر نکنن و دربارش حرفی نزنن، حتی بدون آهنگ نخونن. آره، اون بهترین کریسمس برای همیشه بود.